بعضن با یک حالت کلینیکی سر میخوریم که مریض از خشکی دان، خشکی چشم و درد مفاصل شکایت می داشته باشه. در طبابت مرض و مجموعی از اعراض وجود دارد تحت نام اسجوگرن سندروم. اسجوگرن سندروم، اسجوگرن خو یک نام است، سندروم به چی خاطر به این میگم؟ به خاطر که در این مرض مجموعه از اعراض در نزد یک فرد ایجاد میشه. سیستم دفاعی بعض اوقات فعالیتش به شکل نادرست شروع میشه، به شکل نادرست. وقتی به شکل نادرست شروع شد، در جای به عوضی که دفاع کنه تخریبات را شروع میکنه و مرض اسجوگرن از جمله مرضای آتو ایمیون است، یعنی سیستم دفاعی فعالیت های نامناسب و نامنظم و باطل را آغاز کرده و وای به جان از او عضوی که در سیر از این فعالیت های باطل سیستم دفاعی آسیب ببینه. اگر غدای ادرینال ما آسیب دید، ما مرض مصاب مرض ادیسن میشه. اگر غدای تایراید ما مصاب شد، ما مرض به طور مثال کمکاری و پرکاری غدای تایراید پیش ما ایجاد میشه. اگر پیش ما به طور مثال در سیر از این تشوشات پانکراس آسیب دید، پیش ما امکان داره که مرض دیابت یا شکر نوع اول تأسس کنه و سایر موضوعاتی که در سیر از او امکان داره که عضو تخریب شد. خب در مرض اسجوگرن به اساس تشوشات در فعالیت سیستم معافیتی، غدوات اشکیه و غدوات لعابیه تخریب میشه. یعنی این مریضا در اثر فعالیت های نامنظم سیستم معافیتی غدوات اشکیهشان تخریب میشه. اشک نیست، اشکام یک نعمت است، اشکام یک نعمت است دوستای. لعاب دهن نیست، نعمت دیگه گم شد. و در ضمن از او امکان دار افراد اشخاص بعض اوقات سایر تظاهرات سیستمیک را به شمول درد مفاصل داشته باشند. این مرض شیوعش در خانم ها نوبرابر بیشتر نسبت به آقایان هست. در هر سن سال امکان داره به وجود بیایه، ولی تعداد واقعاتش در سن 50 الی 60 سالگی هست. امکان داره به شکل پرایمری باشه، یعنی خود مرض من حیث یک مرض قد علم کنه، و یکی به شکل سکندری در سیر سایر آفات روماتیزمی مریض به شکل ثانوی مرض اسجوگرن داشته باشه. چه تظاهرات داره؟ مریضایی که اسجوگرن سندروم داره چه مشکلات داره؟ نمبر 1، در اثر تخریب غدوات اشکی چشم این مریضا امکان داره کراتو کانجکتیوایت سی کار را تجربه کنند. التهابی که در چشم مریض ناشی از خشکیت و عدم موجودیت اشک ایجاد میشه. مریض میگه چشمایم خارش داره، چشمم سوخت داره، احساس میکنم که کدام فارین بادی یا جسم اجنبی در چشم مست. برسامات بینایی گاهی اوقات امکان داره که داشته باشه. در پلیازو گاهی اوقات در قرنیه چشم مریض در اثر عدم موجودیت رطوبت کافی زخم ها ایجاد میشه و در کل بینایی خدشدار میشه. امکان داره مریضا درای ماوت یا خشکی دان داشته باشن. مزه دان خراب است، دان خوش است، خشک است، بدبویی دهن موجود هست، دندان ها استاستا خراب میشه، بلع مشکل میشه، تکلم مشکل میشه، در تون صدا تغییر ایجاد میشه و حتی امکان داره بعض اوقات صحبت کردن مریض مشکل شود. خب چشم، دهن، غده اشکیه ایجا ضربه شد و غده لابیه ایجا ضربه شد. مریضایی که اسجوگرن به شکل ابتدایی داره بیشترین تظاهر کلینیکیش دمی چشم و دهن است.
ولی این مرض بعض اوقات امکان دارد تظاهرات خارج از این دو عضو داشته باشد، تظاهرات سیستومیک داشته باشد، گردای مریض مشکل داشته باشد، اویی مریض مشکل داشته باشد، مفاصل مریض مشکل داشته باشد، خودی تایراید تشوش داشته باشد، پوست مریض صباغات یا رنگش مشکل داشته باشد و سایر تظاهرات. در شروع سگمنت پیش اشاره کردم که ما از یوگرین سندروم ابتدایی و ثانوی داریم. این که به شکل ثانوی باشه، مریض اصلا روماتیزم داره، در سیر از او آفات روماتیزمی غدوات اشکیه و غدوات لابیت تخریب شده. مریض میبینه که مفاصل درد داره، شخی صبح نداره، صبح سو که میخیزه نیم ساعت مفصلایش چوبار شخ میمانه، آستاستا که هوا گرم میشه مریض بهتر شده میره، اگر درست تداوی نکده باشه سوی شکل در مفاصل مریض ایجاد شده، در پلی از روز بروز لاغر شده، در ضمن از خشکی دان و خشکی چشم داره. ابتدایی چشم دان، ثانوی در پلوی چشم دان، سایر مرضا و آفات مترافقه در خب چگونه تشخیص میشه؟ تاریخچه، اجرای معاینه فیزیکی، اجرای بعض معاینات لابراتوری، تثبیت انتی اس اس ای، انتی اس اس بی انتی بادیز، تثبیت روماتیک فاکتور، تثبیت انتی نکلر انتی بادی در پلیوزو که امکان دارد در افتاد الا 95% واقعات مثبت باشه. با سایر امراض باید تشخیص تفریقی شود. ایتس پیش مریض باید رد بکنه. زردی سفید یا هپاتایت سی را پیش مریض باید رد بکنه. ارزیابی بکنیم که مبادا این مشکل در سیر کدام عوارض جانبی دوا مریض دانش خشک نشه، چشمش خشک نشه، قبض نباشه و کدام دوایی که خاصیت انتی کلینرژیک داره ایرا نگرفته باشه. تشخیص تفریقی باید شود. تداوی چگونه باید تداوی کنیم؟ به خاطر مشکلات چشم بر مریضا اشک مصنوعی توصیه میشه، میتایل سلولوز. عینک های محافظتی توصیه میشه. در پلیوز در بعض اوقات به شکل موضعی سایکلو اسپورین دکتر سایبای چشم برای مریضا توصیه میکنن. همیشه بوتلک آب پاک باید به شما باشه. یک سرسر پوش آب چند دقبات گرفته بریم تا اینکه پروسه بل ما، صحبت ما و دهن ما متعفن نشه. ساجقای شوگر فری باید همیشه جویده شوه تا غدوات لابیه را تنبیه کنه که افرازات ناچیزی داشته باشه. در ضمن از اگر چاره نشد، تمام دواهایی که باعث خشکی دان میشه، مثلا دیکانجستانتا، مثلا انتیکولینرژیکا، مثلا سولیفیناسین، مثلا به طور مثال اوکسیبایوتینین، اینا باید قطع شوه. در ضمن از او بر مریضا در بعض واقعات امکان داره که تابلیت های پیلوکارپین توصیه شود و در واقعاتی که اگر مرض تظاهرات سیستمیک می داشته باشه، مفاصل هم کتش درد داره، به خاطر خاموش کردن مرحله هات دواهای استروئیدی و به خاطر تداوی مرحله مزمن ادوی سرکوب کنندی سیستم معافیتی از میتوتروکسید شروع تا لفلونماید تا سلفاسالازین تا به طور مثال انفلیکسیماب و روتیکسیماب فرق میکنه. پس اگر دانتان خشک میشه، چشمتان خشک میشه، سوخت چشم دارین، سوخت زبان دارین، درد مفاصل دارین، از این مشکلتان سالات تیر شده، بیناییتان مشکل پیدا کرده، نان درست گرفته نمیتونین، مزه دان خراب است، صبح شخ میمونین، به متخصصین روماتولوژی مراجعه کنین تا اینکه مرض اسجوگرن نداشته باشین. تا دیدار بعد، پدرود.